بازم خوش آمدین. ادامه برنامه خواهر خوانده. در این قسمت برنامه روی امو چیزی که زیاد خانم ها دوست دارن، در بین ماها نمیفهم کی ها چقدر دوست داره و اکثر خانم ها دوستش دارن، یک چیزی که زرد از بنا به طلا. خب طلا و بحث طلا یکی از دغدغه های خیلی عظیم و بزرگ در زندگی خانم ها، ما تا جایی که مشاهده کردیم و دیدیم، حتی خانم ها حاضر هستن به خاطر داشتن طلا کارهای خیلی 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 خطرناک را انجام بدن، خیلی از خیلی چیزا در زندگی بگذرن به خاطر رسیدن به طلا. این که طلا، چه خانم ها طلا را باید خوش داشته باشن، این بحثی است که نمیدونم. من طلا نمیدونم، متاسفانه خود خانمام نمیدارن. من مطمئن هستم اکثر خانمایی که مو قدر طلاهای زیاده که بر دستایشان برای گوش و گردنشان نگاه میکنن، اکثریتش نمیفهمن که نمیر چرا نگاه میکنه. زیبایی خاصم نداره، زیبایی خاصم نداره، نه طلا نداره، نه نداره، بیشتر دوست داره. مثلا اینمی تمام زمرد نشان است، ببینید کار در راه ما میکشد نگه که چی چیزا دارن. یعنی طلا به نظر من خوب است، اما طلا باید باشه، نه طلا نباشه. طلا یعنی من میفهمین، یعنی باید یک حداقل 2 کیلو باشه. ما یه توقع ندارم، حداقل 2 کیلو، حداقل 2 کیلو، یعنی به خاطر از اینکه در آینده بتریم از طلا استفاده کنیم. این طلایی که یک روز در یک انگشتر در دستت باشه، یک چودی و بوشی یک گوشوار، فکر نکنم او طلا گفته نمیشه. به نظر بعد یک فکر مش نمونی خروار است. خانم هایی که یک دانه انگشتر میفهمن، یعنی که بفهمت که کجا بری این خبر است. و خانم هایی هم هستن که یک صندوقچی از طلا دارن ولی اصلا استفاده نمیکنن. دیدین در محافل ببینین که یک چیزای ظریف از بازار خریدن و بسیار قیمت کم، اون رو میپوشن ولی اون هم خوش دارن در صندوق میکنن. که چرا چنین میشه؟ یک وقت یک از خانم‌ها که من شاهد زندگیش بودم تصمیم گرفت که عوض طلا برایش سکه طلا بخره، سکه طلا برای خودش جمع کنه، ولی این کار اجازه نداشت. ولی اگر وقتی میخواست که برای یک گوشواره طلا بخره اجازه داشت، به خاطر که مردها فکر میکنن که زنها طلا دوست هستن و یکی که سرگردن خداوستان کنند خب به زنانگیشان میافزای اینا. ولی وقتی سکه طلا بخری، مردا به فکر این میافتن که خب این زن داره پولدار میشه، پولدار شده. اما نه، برعکس امی موضوع زیورات یا هر اون چیز سنگهای قیمتی است، هر اون چیزی که دخترا و زنا میشه، این دعوایل از مردا بوده، همه ای را میفهمن. دعوایل در قرنهای قبل همه مردها، اما قسم مردها اول فیشن میکردن، آرایش از مردها بوده، زیورات هم اول از مردها بوده، چوری ها می پوشیدن، کره های بسیار کلان می پوشیدن، در گردنشان چیزا می پوشیدن، حتی در موهایشان عجیب و غریب زیورات می پوشیدن، تا بالاخره کم کم مدرن شدن، مدرن شدن و اونا کمتر شد، کمتر شد. بالاخره وقتی که کمتر شد، باز هر کس را که کنیز می گرفتن به خودش، یک چیز را از امو زیورات به او می پوشندن. بازی آویستا است از زیورات از اینا گرفته به کنیزا دادش، از کنیزا بالاخره به همه خانم ها تقسیم شد. ولی همه خانم ها وقتی که سر روی خود زیاد آویزان میکنن، به نظرشان فیشنی و لوکس معلوم میشن. اما برعکس اگر فکر کنم، تاریخچه بسیار خراب داره، خیلی خراب داره که بگید سر روی تا نویزان میگه، مخصوصا چیزی که در گوش میپوشه خانم، خیلی زشته داره. ولی خب خیر دیگه، به هر دلیل ما منتظر اول زشت بوده، حالا که زیبا شده، حالا که زیبا شد. ببینید داشتن، من طرفدار این که زنها کیلو کیلو طلا داشته باشن هستم، بابت این هستم که طلا سرمایه است. مرا در بدترین شرایط طلا هایم کمک کرده. ما همچنان طلا فروختیم، موتور خریدیم، طلا فروختیم، خانه کرا کردیم، طلا فروختیم، اولادای من در مکتب دادیم، طلا فروختیم، وقتی ماشم دیر شده از اونمو اولادای من غذا دادیم. مثلا طلا همیشه به دادم رسیده. طلا پول است دیگه، پول. و ما برعکس ویدوشن، وقتی که من اصلا طلا را دوست ندارم، یعنی طلا کم دوست ندارم. وقتی که من طلا کم می داشته باشم، به خاطر بسیار جالب است. حقارت میکنی؟ نه، از اصلا طلا هر کسی که طلا می خری لطفا در داخل سطل انداخته این قسم گرفته. یک صندوق نه، در کمی قناعت نمی کنم. زایده آدم جالبی است، زایده متکفل خانواده ایش است و همیشه کار کرده و زن است که میفهمم پول یعنی چی. چقدر طلا داری؟ ما وردال قسم میکنم،
ما میشه پولی که پس انداز کردیم می رفتیم یک طلا خریدیم یا انگشتری گوشواره سیت پس انداز کردیم جمع کردیم همیشه پیشم بوده ولی برعکس وقتی که ضرورت شده دستم بند شده مثل خودت رفتیم یک گوشه از امور فروختیم دوباره به خانه مصرف کردیم خب یالا یک دست دیگه هم از وقتی طلا زیور پوشیدنی هست به شکل زیور پوشیدنی هست یعنی خشت نیست سکه نیست اینا شما وقتی رو به بازار میکشین بسیار 20% رو پایین تر من هم طلا شکسته میخرم باز یک گپ دیگه هست ویدا مثلا طلا امروز 2500 تو میخرینی شش ماه بعد میشه 2800 وقتی پس میفروشی اما 2500 600 از پیش تو میگیری برای پول برای پول خواهد پول بدست اصل پول بدست آدم میاد و پول همیشه از پیش آدم خرج میشه طلا یک چیزی است که مثل یک سرمایه هر خانم باید داشته باشه حوصله نیست که رو ببری بفروشی باز نقد کنی باز بیاری یعنی یک سکتگی در این که زود مصرف کنی پیسه رو به وجود بیاری خوبی گفتش جدا بیدا امی خانمایی که حمام میرن چرا طلا میپوشن در گردنشان در گوشایشان باز برن اون دیگه باز هر زن نمایش میتا بزن دیگه که مچ سرمایه دار است خب خیلی خانمایی که در خواستگاری میرن میگیرن قدر طلا رو میپوشن باز نشان بیاد که در خانوادگی نقد تو مردم هستی مگه دختر تا با ما بتی وامن نمیشه دختر بعض خانمایی رو من میشناسم مثلا جور صفات بقول لبخند داره میره پیش دکتری دندان خراب میکنه میگیره طلا میشانه باز ناق ناق بخنده میکنه این چیگه خب این که چیگه پس دندان طلا و نقره بین خانمه مود شده بود یک وقت مود شده بود یک استاد با بود استاد مکتب ما ای امی دو دانه دندانه کار در این قسمت گرفته بود طلا کرده بود در میستونف که میامد امی از درس دگنی یک آدم اصاب خراب استاد تاریخ ما بود همین کل ساعت خنده میکرد ما استاد بارن چیش آخه دخترها گفتن نه دندانه کنم حالا تو بسر این دندانه طلای زنا نقد نکن مردا در عربستان کمودای خود طلا کرده دیاری از طلا ساختن دعوا طلا پرواز میکنه خوب و هم امو بس آغازاده میشنه در پرنده طلایی بیدا جان اون دیگه امو بس همچشمی که در مردم متفاوت است بازو امو است یعنی تو ببین من تیاره طلا دارم تو ببین من موتر طلا دارم حالا ما چی یک لاکت طلا داریم خیلی ندارم امو رو ندارم لاکت مود نیست دیگه حالا بس لاکت از مود طلا بیرون رفته چرا قدر بخارم آج میکنه مردم یام هستن که ساعت انگشتر میپوشن که حتی تمام چیزی که ما داریم یک جای کنیم کنی یک جای کنیم یک انگشتر اون نمیشه خب بازیده اینی گفت هم همه ایتان میفهمه که تلا مثلا آها تلا به مردا چقدر مزم رست نی بس تی بیش اگر خب علاقه است دیگه همونطور که خیلی علاقه داره مردا تلا به ما فایده داره شما مردا نباشیم بر مردا خیلی مزر است آفرین همی کروموزوم های خون مثلا کروموزوم های سفه خب ما قصه یادم آمد که زیاد از در مردا وقت تلا میپوشن اون دیگه هم بالا نظریت های میبارین در بندم من قصه داشتم یک خانم رفته خدا میدانه از چی وقتی رو پلان کرده بوده خب یک خانم رفته پیش زرگر پیش زرگر رفته بعد سه چهار سی طلا رو گرفته خودش خانم یک دکتر بسیار مشهور معرفی کرده خدا میدانه اسماعیل وردک و چی و چی این از اینا خدا معرفی کرده بعد گفته که این واقعی هم هست بعد آقا آمده گفته که آه گفته که کو بیا نشان بده که واقعا تو زن ازی هست یا نه بعد این راستا آورده به ماینه خانش و او خو مصروف ماینه کردن و اینا بوده خو بعد آمده ای کلی خود از پیش از کلی خود از داخل امی پرده داخل کرده باز گفته دکتر صاحب این آقای زرگر را ما برتون آوردم اصلا این مکالمه را ای زرگریت نفهمیده او آدم فکر کرده که این مریض آورده مریض آمده و داره این معرفی میکنه زرگر فکر کرده که این مرا به شوهرش معرفی کرد بعد طلاها رو میگیره و میره بعد آقای دکتر که بیرون میایه و این زرگر میره پیشش میگه خانم تنی مال 3 4 سیت طلاست پیش ما بوده اینا میگه کدوم خانم ما سالهاست مرده ما خانم ندارم باز یک چیز خیلی جالب بوده که در یک روزنامه خوانده بودم گفتن که مردها بانکا رو میزنن زنا زرگری ها این واقعیت است؟ تمام خسدوزی ها تمام دوزی های کلانی که در زرگری ها میشه زنا میکنن خب تا علاقه شده با مطلع و جواهرات نشان ده که چقدر طلا رو دوست داره تا میره ناظر است دوزی بکنن دوزی بکنن زایده جان چیزو میگفتم چند وقت پیش یادتان میه که یک دوزدی طلا شروع شده بود در تاکسی ها خانم های که سوار می شدن که همی حادثه همراه خود ما هم شد ولی من هوشیار بودم نتانستن از من چیز بگیرن که داخل تاکسی سوار می شدی در نصف را یک کسی دگام می شیشت که من تا اینجا میرم اما تاکسی را به یک
قسم این رو پیش روی میشاند و میرفت در نصف را شروع میکرد که ولی خانم مریض است و اینمی طلاها را ما آوردیم و میخواییم بفروشم و کس از پیش نمیخره یک باری کار من دیده بودم کس نمیخره و یک طلاه 21 است و یک قیمت داره و باز یک تکسیران خود شروع میکنه خیمه را ایره میخرم و این میگم از هر تو نمیفروشم و اگر کس دیگه ای خانم اگر شما میخرین امیره بگیرین که ما بسیار ضرورت دارم ولی قسمی را جوری میکنن که این خانم یا طلاع خدا بته یا امون طلاع را بگیره مقابلش پول بته خیلی طلاع جلی و بسیار طلاع انگشترا میچه طلاع خلای ایجاد کرده بودن زیاد وقت اکثرا هم این کار میکنن یعنی اکثرا چوری هایی که مردا برای خانم ها میفروشن یا کلش طلاع نیست و داخلش یک دنده آهنیسته اینو باز کردن در چند جای البته من تصویرش رو میگذارم باز که دوستا ببینن یعنی خانم هایی که طلا میخوان بخرن و طلاهای قرص قرص و گرنگ گرنگ متوجه باشن که در بینش آهن نباشه خب یک چیز یک قصه بسیار جالب دیگه خنده‌دار به یادم اومد یک خانم چوپان بوده بعد این راستی است من خرد بودم در کوچه ما بود چوپان بوده باز بدن یک آمده یک مرد را گرفته خود طبق معمول عروسی کردن بر شوری و گپام خریدن یا بازی که طبق معمولی که عادت داشته گوسفندار صدا میکرده باز مردم هم تو صدا میکرده باز چوری به خاطر صدای چوشرنگ چوریاش برای اینا از بس سیر دوست داشته هر روز صبح از کلکین کله خود میکشیده مردم صدا میکرده میفته پدر عبدالله چیگی چیگی اگر میبینه یکی از دوستای ما بود خانم سرسفید بود بسیار یعنی کهنسال بود جوان هم نبود که اگر بخواید یک کار متفاوت انجام بده یک دونه بسیار اموت دبل چوری طلا گرفته بودی بر خودش و خانه هر کسی که میرفت خود تصادفی خانه ما آمده بود دیگه ببین دروازه که میدار پرده رو بلند میکرد اول دست خدای رقمی میکرد باز که میشه من از دستش میشناختیم که خانه باز که میشه مثلا پاش سر پاش دردادگی و دست تک خدای قسمی میگرست آه بیفهمی الان تو یک سردرد است و خورک نگو تا دیگه رو فقط اینمی دستش بود اینمی چوری دیگه مانده نمیشه دیگه کمی به همه یعنی خانم محسن سرسفید و این حرکت های دخترانه دیگه خانم دیگه بود همسایه ما بود بازو یک دانه کره بسار دبل داشت هیچ چیز نداشت یک دانه کره داشت چون به ما روسی و برجه میدیم فقط با کرش باز همیشه وقتی که جنگ میکرد با امو دستش جنگ و خدای من یکان خانم ها مثلا یک خانم قدر طلا پوشیده یک دندگیش قدر باز میگیره من از یکی دیگه شق باز اوایی که زیاد طلا پوشیده هیچ نمی عروسی از هیچ خیش قوم نزدیک شام نیست یک بار خب میخزه یک رقص میکنه 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 یک رقص میکنه